سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز کمی با ستاپ متفاوت‌تر این ویدیو رو دارم براتون ضبط می‌کنم. من در مسافرت هستم، اما گفتم که در واقع مرور روزانه‌مون رو داشته باشیم. خب دیروز و امروز بازار تعطیل و نیمه تعطیل بود، واسه همین خیلی در واقع حرکت‌هایی که داریم می‌بینیم حرکت‌های در واقع سیگنال آمیزی نیستش، بیشتر شبیه نویزه. اما خوبه که تعطیلی داشته باشیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاد. اول از همه شاخص دلار رو نگاه میکنیم که ببینیم که رسیده به این در واقع ناحیه ساپورتی که اینجا داشتیم، هم ترند لاین ساپورتمون، هم در واقع این ساپورت توی 91.75 مون. احتمالا آخر هفته رو همینجا سپری بکنه. ما کماکان بریش هستیم روی دلار، البته میگیم که وارد در واقع داریم برخورد میکنیم به یک ساپورت و نقطه برخورد به ساپورت نقطه برای شورت کردن نیستش، صرفا ما نقطه برای نگاه کردن. ببینیم با این ساپورت چطور برخورد خواهد کرد، آیا میتونه نگهدار رو برگردونه ما رو یا نه. طلا امروز یک افت دیگه ای داشت، یک قدم دیگه به سمت پایین برداشت. ساپورت 1794 ما رو که این ساپورت در واقع این ناحیه‌مون بود، این رو به سمت پایین شکسته، داره برمیگرده واسه ریتستش. اما یه نکته که میخوام اشاره کنم بهش، بحث والیوم، بحث حجمه که خیلی کمه نسبت در واقع دوران قبلی. با توجه به اینکه در واقع هفته تعطیلی بود، میگم خیلی سیگنال نیست. شاید اگر گلد طلای فیزیکی نگهداری میکنید، موقع خوبی برای خرید. اگر چیزی مثل پکس گلد رو میخواین بگیریم، موقعیت خوبی شاید واسه خرید باشه، اما برای ترید به نظر من فرصت جالبی نیست، هرچند که به زودی هم بازار برای آخر هفته تعطیل خواهد شد. نقره هم وضعیت مشابهی رو داره، این خط رو از دست داد، اومد پایینش، همچنین ساپورت 23.2 هم از دست داد توی این سقوطی که داشت. ببینیم که هفته دیگه چی پیش خواهد اومد برای اینها. S&P اما از طرف دیگه کماکان داره این بالا حرکتش رو ادامه میده، شکست از اینجا اتفاق افتاد، همونطور که انتظار داشتیم وارد ناحیه کانسولیدیشن شد. ادامه حرکت به سمت بالا در هفته دیگه میتونه ما رو وارد ترید لانگ بکنه روی S&P. بیت کوین وارد فاز کورکشنش شده، کورکشنش داره ادامه میده. ببینید کورکشنی که بیت کوین الان داخلش هست واقعا کورکشن بزرگی نیست. در پایین ترین نقطه‌اش چیزی حدود 16% بود. اون نقطه‌ای که من می‌خوام ری اکومولیت کنم و من پیشنهاد می‌کنم که در واقع اضافه کنید به بیت کوینتون، چیزی در حدود 30% هستش که حدود 14000 13000 دلار خواهد بود. ببینیم که آیا تا اونجا پیش خواهد رفت. ممکنه که این کورکشن زودتر از اینها تموم بشه، یعنی ممکنه که همین جاها برگردیم دوباره بالا و ادامه حرکت داشته باشیم، یه جای جلوتر اون 30% رو ببینیم. ممکنه هم هستش که همین حرکت در واقع نیمی از حرکت 30%مون باشه. پس اینا مد نظرتون داشته باشین. نفت هنوز در حال رشدشه، برگشت ریتستی انجام داد، داره ادامه حرکت میده، هنوز خیلی جذاب نیست برای ما. گاز طبیعی بعد از اینکه به این ترن لاینمون برخورد کرد ریجکت شده، ولی هنوز وارد ترید هست، داخل ترید هستیم. پرای فارکسمون رو بخوایم نگاه کنیم، دلار به پیسوی مکزیک کماکان با همین ساپورت 19 در واقع نزدیک 20.19 دلار درگیر هستش. دلار به فرانک سوئیس اما این شکست، واسه که شکست اتفاق افتاد، کماکان داره به سمت پایین حرکت میکنه، ترید شورت داشتیم روی این. دلار استرالیا به ین ژاپن کماکان توی این ناحیه این وسط هست، کاری باهاش نداریم. یورو به پوند، یورو به پوند ما گفته بودیم که از این مثلث دو راه خروج داره، یا به سمت پایین یا به سمت بالا. سمت بالا اتفاق افتاد، شکست تست، ادامه حرکت. اگر وارد ترید نشدیم صبر میکنیم که یک ریتستی از لول 0.8940 انجام بشه. یورو به ین ژاپن کماکان توی سوت هست تریدمون، کماکان درگیر این ترند لاین هست، ببینیم که چقدر میتونه نگهش داره. یورو به فرانک سوئیس از این پرچم خارج شد، اما این خروج فیک بود، ریتست انجام نشد. ببینیم که تا کجا ادامه پیدا خواهد داشت، آیا میتونه ادامه حرکت بده یا نه. پوند رو هم، یورو و پوند رو هم نگاه کنیم. یورو به دلار توی این ترندش قرار داره، خطامون اگر بکشیم داره میرسه به این خط 1.19 دلار، از 1.19 رد کرده، اما به هر حال 1.19 بالاخره شکسته شد و ببینیم که در واقع تا کی میتونه این موضوع رو نگه داره. الان وقت ورود ترید نیست، دوشنبه و سه‌شنبه با دقت بیشتری بهش نگاه خواهیم کرد. در نهایت پوند به دلار رو هم نگاه کنیم که پوند ضعفش برگشته، داره میاد، این رزیستنس رو به شکل ساپورت تست بکنیم در 1.33. ببینیم اگه هفته دیگه از اینجا ادامه حرکت داشته باشیم، این ساپورت میتونه ساپورت قوی باشه. چرا؟ چون اینجا دوبار اینجا رزیستنس بوده، یه بار دیگه اینجا رزیستنس و ساپورت بوده. اگر به شکل ساپورت تست بشه، ادامه حرکت ببینیم، مایل خواهیم بود که با پوزیشن لانگمون اضافه بکنیم توی پوند به دلار. نه خیلی صحبت خاص دیگه ای ندارم بکنم، امیدوارم که در واقع شب و روز خوبی داشته باشید، از آخر هفته فارکسی لذت ببرید، استراحت کنید و اینکه هفته دیگه انشالله با قدرت بیشتر دوباره وارد
معاملاتمون خواهیم شد. مراقب خودتون باشین، به زودی میبینمتون و خدا نگهدار.